الله رب العالمین. با سلام و درود حق به روان پاک همه انبیا و اولیا و اشرف انبیا محمد مصطفی و اهل بیت و آل تابع ایشان، با سپاس فراوان از شبکه جهانی آریانا افغان و با عرض سلام حضور فرد شما بینندگان وفادار و پایدار به پخش برنامه امروز سروش اسلام به حول قوت الهی میپردازیم. قبل از آغاز برنامه و ادامه تشریح مبانی و مباحثی که مربوط به سوره یوسف، سوره 12 قرآن می شود، سید نامه های فراوان شما من رو خجالت زده می کنه از این که بدون اشاره به لااقل قسمتی از اونها ادامه برنامه بپردازم. با وجودی که کراراً دعوت می کنیم از شما که با استعانت و حمایت های خودتون باعث توسعه این برنامه بشوید که ما فرصت داشته باشیم بیشتر با شما گفتگو کنیم و به مطالب شما پاسخ بدهیم و احیاناً خطوط تلفن رو برای شنیدن عقاید شما باز کنیم، مجبور هستیم که در حال حاضر با همین وقت محدود به هر حال به یک نحوی سر کنیم. گروه زیادی از بینندگان که یک نفر از اونها رو من به نام قرعه انتخاب کردم، اسمش رو اعلام میکنم، آقای محمد رشیدی که نماینده صدها سوال کننده هستند، پرسیدند که آیا یک راه حل جهانی برای ایجاد صلح و عدالت در جامعه بشر بدون مراجعه به قرآن و کتب دینی و بدون خونریزی برای آزادی بشر میتوان ارائه داد، یا ما مجبور می شویم که از یک روش و سنت فرار کنیم و به روش و سنت دیگری تسلیم شویم؟ به طور خلاصه سوال این گروه از بینندگان این است که برای رشته ها و فرق مختلفی که در اسلام ایجاد شده و همینطور در دین های دیگر ایجاد شده و شما پیشنهاد میکنید که ما به اصل دین برگردیم، آیا راه دیگری وجود دارد که ما بدون مراجعه به کتاب و بدون مراجعه به دین و بدون پذیرش به قول این سری بینندگان جبر دین قائل باشیم که اخلاق و عدالت رو در جامعه انجام بدهیم و اشراع کنیم یا خیر؟ در واقع سوال آقای رشیدی این است که چگونه جامعه بشر بدون اتکای به دین میتواند که اصلاح بشود؟ پاسخ من این است که جامعه بشر با اتکای به عدالت اصلاح میشود و چون عدالت پایه و اساس مودت، ایجاد اجتماع، ائتلاف، اتحاد، تولید، رفاه، امنیت و نهایتاً صلح می شود و این همه ساختمانی است که بر مبنای عدالت بنا می شود، می بینیم که عدالت به واسطه و به لحاظ این عوامل و این منازلی که برشمردیم، در واقع عدالت پایه تولید صلح می شود. ساختمان ایجاد می کند که در طبقه بالای این ساختمان صلح به وجود می آید و پایه این ساختمان عدالت است که عدالت باعث می شود در جامعه اساساً جامعه به وجود بیاد و بین اجزای این جامعه ائتلاف به وجود بیاد. ائتلاف یعنی همکاری، یعنی بارها مثال زدیم که یک ساعتی که شما به دستتون میبندید، ذرات این ساعت اول اجتماع کردن در این ساعت و بعد ائتلاف میکنن
و ساعت به وجود میارن، شعوری به وجود میارن، فانکشنی به وجود میارن که ذهن انسان قادر به انجام اون نیست. ما الان بدون نگاه کردن به همین تعدادی فلز مختلفه نمیتوانیم تشخیص بدهیم که ساعت چند است، اما یک مشت فلز این کار را انجام میدهد. این به جهت این است که اجتماع ذراتمون تبدیل به ائتلاف شده. حالا اگر این ساعت زیر پا لگد بشه و یا اینکه ائتلاف اون از بین بره، تبدیل به اجتماع میشه. ذرات ساعت جایی نرفته، در داخل ساعته، اما این ذراتی که داخل ساعت هست هیچ کدوم اون عمل رو انجام نمیدن. اجتماع باید تبدیل به ائتلاف بشه تا کارآمد باشه. اولین قدمی که در راه ائتلاف برداشته میشه وجود اتحاده. اتحاد بایستی که شعور و معرفت انسان داشته باشه تا بتواند که اتحاد انجام بدهد. اتحاد باید بین کسانی باشد که منافع مشترک دارند، و وقتی ائتلاف در واقع تبدیل به اتحاد شد، تولید آغاز میشه در جامعه، ثروت ایجاد میشه، رفاه ایجاد میشه، و اگر در جامعه عدالت وجود داشته باشه، رفاه تبدیل به امنیت میشه و امنیت تبدیل به صلح میشه، و این ساختمان همونطور که عرض کردم بر مبنای عدالت پایه‌گذاری میشه. اما عدالت هم در جامعه به وجود نمیاد مگر اینکه در واقع مناسبت داشته باشه این کار با اعتقاد به اخلاق. بنابراین جامعه و افرادی که اعتقاد به اخلاق ندارند پایبند عدالت هم نیستند، چون عدالت در واقع نوعی پلیس داخلی است که انسان امتیازاتی رو که میتواند به دست بیاورد به دست نیاورد، چیزهایی که میتواند نبخشد ببخشد، و به طور کلی نوعی پلیس داخلی بر اعمال و رفتار انسان نظارت کند و انسان از اون پلیس داخلی اطاعت بکند. این کار معمولا کاری نیست که بدون وجود اخلاق و بدون اتکای به اخلاق انسان قادر به انجام اون باشد. بنابراین اخلاق در جامعه یک امری است که پایه و علت معلولی به نام عدالت است. عدالت، این همه که گفتیم، باید معنی هم بشود که چیست عدالت. بیشتر ما از این لغت استفاده می کنیم و اکثرا یا از معنی آن غافل هستیم یا معنی خاصی رو بر مبنای مطلوب خودمون بر اون قرار میدیم. عدالت به معنی برابری ارزش ها در معاملات و مبادلات است. یعنی در هر معامله یا در هر مبادله باید ارزش و اثر موزون موارد معامله با هم مساوی باشند. ارزش چیزها باید با هم مساوی باشه، و ارزش چیزها رو ما در آثار چیزها اندازه میگیریم، آثاری که موزون باشند، در وزن خودشون ایجاد موازنه کرده باشند و بعد در موازنه ایجاد اثر کرده باشند. پاسخ بسیار طولانی خواهد شد اگر بخواهیم که برخورد تحلیلی بکنیم نسبت به مفاهیم این لغات، اما خلاصه از روی اونها میگذاریم، چون بحث امروز ما راجع به این چیزها نیست. همینقدر میگویم که در هر معامله یا مبادله ارزش ها باید با هم برابر باشند، و ارزش ها رو ما از آثارشون شناسایی میکنیم. در مورد ارزش و اثر، توجه به کارایی و رفع نیازی است که یک ارزش در اثر استعمال به وجود می آورد. علی ابن ابی طالب، امام مسلمانان، می گوید عدالت به معنای استقرار هر شیء یا موضوع در جایگاه یا موضع طبیعی و حقانی همان شیء است. به بیان کوتاه‌تر، عدالت قرار دادن یک موضوع در موضع حق آن است. و اما عدالت در هر جامعه، ضمن آنکه خود علت معلولات کثیر است، خود این علت معلول علت دیگری به نام اخلاق می باشد، و اخلاق خود معلول علت دیگری به نام فطرت یا طبیعت یا تینت یا سرشت انسان است.
و اما مفهوم دقیق اخلاق عبارت است از کاربرد وزنه‌های متناسب و متعاون و متعادل و مفید در ایجاد تعادل. اخلاق عبارت از این است که انسان وزنه‌هایی که به کار می‌برد، اون وزنه‌ها هم متعادل باشند، هم متعامل باشند، هم متعاون باشند و هم مفید باشند، هم یاری دهنده دو سوی معادله باشند، هم تعادل ایجاد کنند، ضمن تعادل فایده ایجاد کنند و در واقع نوعی افاده‌ای به تعادل بکنند که در این افاده منافع جامعه و منافع دو سو یکسان باشد. و الا اگر فقط در تعادل ما نگاه بکنیم بدون وجود اخلاق، خب میگن که یک جامعه ای رو ما میخوایم بمباران بکنیم و یک بمب اتمی معادل 200,000 اسلحه معمولی است. حالا شما اختیار دارید که بخواهید از ما که ما اون 200,000 اسلحه رو روی سر شما خراب کنیم یا یک بمب اتمی روی سر شما خراب کنیم. هر دوی اینها از نظر اثر با هم معادل هستند، پس تعادل انجام می شود، پس جامعه دارای عدالت است. خیر، جامعه وقتی دارای عدالت می شود که ارزش ها ضمن این که با هم برابر هستند فایده داشته باشند، مفید باشند و مفید بودن دو سوی یک معادله رو با ارزش های اخلاقی اون می سنجیم و در نظر می گیریم. و در مثالی که زده شد اخلاق وجود ندارد. به بیان دیگر، ارزش هایی که در تعامل عدالتی به کار می رود با ترازوی دیگری اندازه گیری می شود که نامش اخلاق است. در یک مثال می توان گفت، عنوان مثال، اگر نانوایی برای فروش نان از ابزاری به نام ترازو استفاده می کند، زمانی عدالت در معاملات یک نانوا رعایت می شود که از ترازوی استفاده کند که وزنه های آن ترازو وزنه های وجدانی باشد، وزنه هایی باشد که اخلاق او رو تهیه کرده و به کار میبره. همان گونه که گفته شد، وجدان ارزش های اوزانی خود رو از فطرت انسان دریافت میکند. فطرت همه انسان ها خدایی است، یا فطرت همه انسان ها برای کسانی که به خدا معتقد نیستند بازتابی است از تابش نیروی آفرینش طبیعت. ما راجع به خالق و راجع به علت نمیتونیم تکذیب وجود بکنیم. میتوانیم بگوییم خدا نیست یا الله نیست یا هر اسم دیگری که روی خدا میگذارند که دارای مشخصات است، اما هیچ کس نمیتواند بگوید جهان هستی معلولی است که فاقد علت است، مخلوقی است که فاقد خالق است. در مشخصات و تعاریف خالق اختلاف هست. بعضی ها میگویند خالق همان طبیعت است، خالق همان علم است. هر چی که هست علت و خالق رو بایستی در نظر بگیریم و فطرت انسان ها بازتابی است از اون خالق، از اون علت، از اون ایجاد آفرینش. انسان وقتی با فطرت اصیل خودش آشنا می شود، وجدان فطری او حاکم بر اخلاق می شود و اخلاق انسان محرک و حاکم بر عدالت و اخلاق می شود. کار دین تربیت فطرت و ارجاع فطرت به اصل فطرت است. حال نام این دین توحیدی است، دین سمبولیک است یا یک روش علمی است، هر روشی که انسان رو با اصالت فطرت خودش آشنا بکنه در جامعه ایجاد اخلاق، عدالت، وجدان سالم و نهایتاً صلح میکند. اما عدالت در جامعه بشر زمانی مشاهده میشود که اون جامعه به صلح رسیده باشد. آنچه در قرآن میگوید از آغاز تا پایان در یک لغت خلاصه میشود. قرآن کتابی است که به انسان میآموزد جامعه ای برقرار کند بر اساس عدالت و انصاف و اخلاق، که حاصل اینها
صلح باشد. به این لحاظ است که مجموعه اعمال نیک در قرآن به نام عمل صالح نامیده می شود. صالح اسم فاعل مصدر صلح است. اعمالی انجام بدهند که در رابطه فلسفی علی وقتی با اون نگاه می کنیم علت معلولی به نام صلح باشد. در هر جامعه‌ای که معلول صلح به وجود می آید ناشی از وجود علتی است یا عللی است که اون علت یا علل ایجاد کننده صلح هستند. بیننده دیگری سوال کردند که آیا خوردن گوشت سگ و گربه در قرآنی که شما به حدیث مراجعه نمی کنید و به صرف ارجاع به قرآن مطالب رو حل می کنید مجاز است؟ خوردن اینها حلال است یا حلال نیست؟ پاسخ ایشان این است که قطعا در قرآن برای طعام و برای خوراک حکم صریح و روشن وجود دارد. قرآن میگوید غذایی باید خورد که از نقطه نظر جسمیت و مادیت طیب باشد، هولسوم باشد، مفید باشد، مضر نباشد. مفاهیم طیب در برنامه دیگری باز خواهیم کرد که مفاهیم چندگانه است که هر کدامان برای شرح و توصیف احتیاج به زمان دارد. اما قرآن در یک کلام میگوید هر غذایی، هر خوراکی، هر معکولی که مصرف اون برای شما مفید باشد و مضر نباشد برای شما مجاز و حلال اعلام شده. هر خوراکی، هر معکولی که مصرف بشود و برای شما مضر باشد مصرف اون برای شما حرام یا ممنوع یا قدغن اعلام شده است. انسان در هر دوره‌ای با توجه به علوم آن دوره مطالعه می کند و راه خود رو پیدا می کند و در مورد مصرف اغذیه و مصرف خوراک اون چیزی رو انتخاب می کند که با قانون اساسی قرآن یعنی طیب و طاهر بودن، پاکیزه بودن و پاک بودن که این دو با هم تفاوت می کند. به عنوان مثال اگر یک گوشتی سالم است و برای بدن شما مفید است صرف طاهر بودن یک گوشت یا طیب بودن تنهای یک گوشت کفایت نمی کند. یا هیچ خوراکی به عنوان مثال اگر سالم بودن دلیل بر مصرف می بود ما می توانستیم که خوراک همه افراد دیگر رو به شرط سلامت دزدی کنیم، اما دزدی کردن در واقع طهارت خوراک رو از بین می برد. این از که شرط مصرف خوراک چه گوشت باشد چه چیزهای دیگر همه اینها تابع قانون طیب و طاهر بودن است. اولا نباید خارج از اخلاق باشد و نباید خارج از علم باشد. اگر علم تشخیص داد که خوردن آن مضر است نباید مصرف کرد و اگر اخلاق تشخیص داد که این با اخلاق توأم نیست یعنی حرام تهیه شده، خارج از قوانین الهی تهیه شده و با تجاوز و خروج از همون عدالتی که صحبتش بود انجام شده مصرف اون حرام هست. بیننده محترم دیگری، این که عرض میکنم بیننده جمعی از بینندگان هستند، بیننده دیگری سوال فرمودند که البته سایت ایشان هستش که ضد شیعه ضد آخوند .com که اسم جالبی هم هست. سوال فرمودند که سوره زخرف در قرآن در آیه 61 گفته است که امام قائم نوع بشر حضرت مسیح است، چگونه است که شما شیعیان به امام 12 معتقد هستید؟ البته روی سخن ایشان با شیعیان است که من رو به عنوان نماینده انتخاب کردند، ولی من در این مورد سهمی ندارم. البته متن آیه این است که
و ما اگر بخواهیم آیه قبلی و ما اگر بخواهیم به جای شما آدمیان فرشتگان را در زمین جانشین می‌گردانیم، که باز هم باید آیه های قبلی رو خوند. آیه مورد نظر ایشان آیه 61 از سوره 43 می‌فرماید و نزول عیسی علم و نشانه ساعت قیامت است، زنهار در آن ساعت شک و ریب روا مدارید و امر مرا پیروی کنید که راه راست همین است. پس نزول عیسی به عنوان یک علم و به عنوان یک علامت که ما الان که به سوره یوسف اشاره میکنیم در مورد لغت علامت یا آیت یا نشانه بیشتر توضیح خواهیم داد. در اینجا میگوید نزول عیسی، البته نزول مفهوم آیه هست، در متن آیه لغت نزول نیامده، و عیسی علم و نشانه ساعت قیامت است، یعنی آشنایی و علم به مراتب نزول و صعود حضرت عیسی علیه السلام نشانه ساعت برای قیامت است. ساعت زمان وقوع رو اسم معنی می کنیم در زبان عربی، به فارسی ساعت یعنی زمان وقوع یک امر. اما چون ما زبان عربی رو در اصطلاحات فارسی ادغام کرده ایم، مفهوم ما در گفت و شنودی که از لغت ساعت داریم در واقع اشاره به زمان می کنیم، در حالی که در قرآن از زمان یک وقتی به عنوان عصر استفاده می کند که هم زمان معاصر ماست، هم وقتی است که یک امری یا یک موضوعی در یک زمانی به نتیجه رسیده، به شیره رسیده، به اساره رسیده. یا ساعت زمانی است که مقارن و مواجه با وقوع یک حادثه است که منتظر اون حادثه هستید، میخواهید ببینید کی اتفاق میفته، زمان اون زمان وقوعش هست که اتفاق میفته. منظور این که در این آیه میگوید که موضوع عیسی که موضوع نزول عیسی است، چون صعود ایشان که تمام شده حالا بایستی که منتظر نزول ایشان باشیم، میگوید علم به حضرت عیسی علمی است که از نزول و نشانه نزول او در واقع ما به نتیجه میرسیم که نزول او معادل و مقارن با وقوع قیامت است. یعنی قبل از وقوع قیامت عیسی ابن مریم نزول نمی کند، و بعد هم تذکر داده که در این مورد شک و تردید نکنید. در این باره این آیه به صورت طولانی تر با شما صحبت خواهم کرد. اما کسانی که در فرقه شیعه معتقد به ظهور حضرت قائم یا امام زمان هستند، در بسیاری از احادیث اهل تشیع و همینطور در بسیاری از احادیث روایات و احادیث اهل تسنن، نزول امام زمان رو مقارن با واقعی قیامت می دانند و فاصله‌ای بین این دو، یعنی حیات قبل از قیامت و حیات درون قیامت، فاصله‌ای قائل نیستند و قائمیت رو موکول به وقوع ساعت، یعنی زمانی که قیامت اتفاق می افته ذکر می کنند. و اگر امام زمان این بیننده هم امام زمانی است که در قیامت نزول می کند و در قیامت ظاهر و ناظر می شود، عقیده ایشان درست است. و قرآن ادامه می دهد زنهار در آن ساعت شک و ریب روا مدارید و امر مرا پیروی کنید که راه راست همین است. اون چی که مربوط به قیامت می شود که هنوز اتفاق نیفتاده، یا اون چی که مربوط به ظهور امام زمان است که هنوز اتفاق نیفتاده، اما قرآن می گوید که شما
در این مورد و از این علم، علم به عیسی، علم به مسیح، یک نتیجه بگیرید و اون نتیجه این است که در اون ساعت، یعنی در قیامت، شک و تردید نکنید. موضوع مسیح به عنوان درسی به کار رفته که نتیجه‌ای که از اون گرفته می شود ایمان و ایقان به واقعی قیامت است و می فرماید که در اون شکی نکنید. نتیجه آیه یک، در قیامت شک نکنید، نگفته در نزول عیسی شک نکنید، می خواهید شک بکنید می خواهید نکنید، در قیامت شک نکنید، مرا پیروی کنید و بدانید که راه راست این است که مرا پیروی کنید، راه مرا پیروی کنید. بنابراین عیسی در قیامت نزول خواهد کرد، اما اون چی که به من و تو مربوط می شود این است که در راه خدا و در اطاعت از خدا شک و تردید نکنیم. و بعد آیه بعدی که البته مورد سوال شما نیست این است که و مبادا شیطان شما را از راه حق بازگرداند که دشمنی او شما را آشکار است. یعنی که همیشه شیطان برای ما دشمنی آشکار است و وقتی که آیه بلافاصله به این موضوع اشاره می کند به این خاطر است که ما باید بدانیم که مفهوم غلطی از آیات برداشت نکنیم و یک دین جدیدی کنار دینهای دیگر بنا نکنیم. آقای علی اصغر جوادی سوال کردند که آیا دیویدی ها یا سیدی های من در ایران یا افغانستان وجود دارد یا خیر؟ پاسخ ایشان این است که تا اونجایی که من میدانم دیویدی ها و سیدی های ما در کشور افغانستان به صورت پراکنده موجود است و در کشور افغانستان ممنوعیتی هم برای خرید و فروش محصولات سخنرانی ما وجود ندارد. در کشور ایران مطلع نیستم، تصور میکنم که ممنوعیت داشته باشد. ضمناً این سوال شما را، این سوال شما در واقع منو به این فکر انداخت که شاید توسط همین شبکه آریانا افغان از صاحبان مطبوعات و کتاب فروشی های داخل افغانستان بخوام که با من تماس بگیرند، با من در تماس برایند تا راجع به دادن نمایندگی فروش این محصولات در افغانستان بتونیم با اونها وارد مذاکره بشیم. تمامی درآمد ناشی از فروش DVD و CD هایی که از این طریق معامله میشه برای کمک به توسعه همین برنامه مصرف میشه و مصرف خارجی نخواهد داشت. بیننده دیگری سوال فرمودن که در سوره نحل آیه 93 میگوید اگر خدا میخواست همه بشر را یک امت قرار میداد، ولیکن هر که را بخواهد گمراه و هر که را بخواهد هدایت میکند و آنچه از نیک و بد کرده اید از همه شما سوال خواهد شد. سوال فرمودند که آیا این آیه مربوط به این نمیشود که انسان اختیار ندارد و جبر بر انسان حاکم است و انسانی که اختیار ندارد و جبر بر او حاکم است چطور میتواند که برای کارهای بدی که کرده است تنبیه بشود و کارهایی که خوب بوده است پاداش بگیرد؟ و اساساً انسان اگر که دارای اختیار نباشد و خواست خدا بر خواست انسان چیره بشود، چگونه انسان میتواند بدون داشتن اختیار اساساً مستوجب تنبیه یا تشویق قرار بگیرد؟ حالا من به مضمون فرمایشات ایشون رو اینطور بیان کردم. و بعد بینندگان کثیر دیگری که در همین زمینه سوال دارند که اگر خدا هادی است و خدا مختار است و خدا جابر است، جبار است، ایجاد کننده جبر است، جبر و اختیار و آزادی بشر چه می شود؟ و چرا گمراهان تنبیه می شوند و چرا نیکوکاران پاداش می گیرند؟ چون اختیاری که از خود ندارند و چون عمل نیکو وقتی ارزش دارد که متکی به اختیار باشد و الا به یک غریزه حیوانی تبدیل می شود یا یک عکس العمل ماشینی.
بیننده دیگری بر همین زمینه سوال کردند و بعد پرسیدند که آیا ترجمه به شرحی که خوانده شد و ایشان اینطور مکاتبه کردن صحیح است یا خیر. من فکر میکنم که در برنامه های مکرری که با شما داشتیم در مورد ریشه معشیه به عنوان قدم زدن، راه رفتن و خواستن که اون چرا که در قرآن به نام انشاءالله یا ماشاءالله ازش استفاده میشه همه اونها رو به عنوان خواست معنی کردند و شاید که این معنی احتیاج به تکامل داشته باشد، احتیاج به تجدید نظر داشته باشد، چون اگر خواست و خواستن معنی بشود خواستن بر مبنای نیاز است و نیاز به علت عدم کمال است و در واقع برخورداری از نیاز و رفع نیاز کردن باعث کمال انسان می شود و وجود تکامل در انسان یک رابطه علی و یک رابطه فلسفی ثابت کننده این موضوع اصل است که ما حتما دارای نقصی بوده ایم که با خواستن و طلب کردن و به طلب رسیدن از نقص به کمال رسیده ایم. همه اینها در مورد خدا مردود است. خدا اولا احد است، یعنی واحد تنهاست و هیچ چیزی شبیه او نیست. چرا نمیگوییم خدا واحد است؟ چون هر واحدی احد نیست، اما هر احدی واحد است. یک سیب یک واحد است، اما سیب احد نیست. تعداد زیادی سیب وجود دارد که هر کدام آنها یک واحد هستند، اما هیچ کدام آنها احد نیستند. اما اگر در عالم هستی یک سیب بیشتر وجود نداشت، اون سیب واحد احد میشد. خدا احد است، یعنی نه قبل از او واحدی بوده است نه بعد از او واحدی خواهد بود، یعنی تغییر در وحدت ایجاد نمی شود. و این امر رو تضمین می کند و تأکید می کند قرآن با کاربرد لغت دوم که مفهوم صمد در واقع استقنای احد است، یعنی احد به این لحاظ احد است که صمد است و صمد به معنای بی اول، بی آخر، بی زمان، زماندار بی زمان و مستقنی و اکمل و غیر قابل تغییر و بی نیاز است. بنابراین با تعاریفی که برای مفهوم لغت صمد همه در اون توافق داریم، خدا نمیتواند دارای خواست باشد، خدا نمیتواند غضب کند، خدا نمیتواند خوشحال بشود، خدا نمیتواند راضی بشود، ناراضی بشود، غمگین بشود، جابر بشود، رحمان بشود، رحیم بشود، خالق بشود، علت بشود. همه این شدنها مغایر صمدانیت خداست. در ترجمه هایی که شده است در گذشته و شاید همینطور که علم پیش می رود و درک ما به قرآن بیشتر می شود، برداشت های مفهومی ما هم از قرآن باید ثبت بشود و پایه‌ای بشود برای آیندگان که اونها هم با علم بیشتر، با درایت بیشتر، با درک بیشتر به ترجمه صحیح تر قرآن بپردازند و این تکامل در صحت قرآن ادامه پیدا کند تا انشاءالله به همه لایه های قرآنی در هر زمانی انسان بتواند که رسوخ کند. وقتی قرآن میگوید اگر خدا بخواهد، همانطور که بارها گفته ایم، مفهوم این است که اگر قانون خدا شامل بشود. باز هم بارها گفته شده که قرآن میگوید وقتی خلقت در شش دوره به کامل به کمال میرسد و اکمل میشود، اون وقت عرش به وجود میآید، یعنی مجموعه قوانین حاکمه بر داد و ستد ذرات و اجزاء هستی. و خدا جزء عرش نیست، خدا بخشی از قوانین هستی نیست،
و خدا در قوانین هستی وجود ندارد و خدا رابطه مستقیم با داد و ستد اجزای ذرات مخلوق ندارد، بلکه خدا حاکمیت بر این قوانین رو دارد. به همین لحاظ است که در قرآن میگوید وقتی تحولات و تغییرات و تعاملات و تبادلات هستی به کمال میرسد، در شش مرحله، در شش دوره، اون وقت عرش ایجاد میشود و خدا بر عرش، بالای عرش قرار میگیرد، نه در عرش. بنابراین اون چه که در هستی و عالم ممکنات انجام میشود، داد و ستد و مبادلاتی است که یا اختیاری یا خاصیتی یا غریزی یا اختیاری یا جبری بین اجزاء مخلوق از جماد و نبات و حیوان و انسان انجام می شود با دلایل و محرکات مختلف، اما همه اینها نمی توانند که خارج از قانون نظام خلقت باشند. تمام تحولات و تمام تغییرات و تمام تکاملاتی که انجام می شود در عالم ممکنات قوانین ثبت شده و معینی است که در داد و ستد بین اجزا انجام می شود و بر اونها حاکمیت دارد. بعضی از این داد و ستدها و مبادلات جبری است، برخی اختیاری است، بلکه جبر ناشی از اختیار است و برخی اختیار ناشی از اختیار است، یا برخی اختیار ناشی از جبر است، که اگر عمری بود راجع به همه اینها در برنامه خاصی به تفصیل سخن خواهیم گفت. اما اگر قبول کنیم که ما دارای اختیار هستیم و اختیار ما اختیار محدود است، جبر ما نامحدود نیست، اختیار ما هم نامحدود نیست، و ما بین جبر و اختیار تعدادی از کارهایی که بر ما انجام می شود و شامل ما می شود و حاکمیت بر ما دارد جبر است. اما در انجام جبر، در بعضی از اینها ما دارای دخالت و اختیار هستیم، در بعضی از اینها فاقد اختیار هستیم، در بعضی از اینها مستقیما دخالت می کنیم، در بعضی از اینها مع الواسطه دخالت می کنیم. موضوعاتی تا حدودی پیچیده است، ولی وقتی توضیح داده بشود کاملا باز می شود. بشر با خدا از طریق قانون خدا در ارتباط است و اون چه که معنا می شود اگر خدا بخواهد، یعنی اگر قانون خدا شامل حال تو بشود. مثلا در آیه ای از قرآن می گوید که وقتی کسی کافر می شود، کافر عالم به اضافه کاذب، کسی که علم خودش رو تکذیب می کند در عمل و در اعلام، کافر است. کافر، کفر یعنی پوشاندن، پوشش دادن، پنهان کردن. و در دو جای قرآن خدا به این عنوان خطاب می شود. کافر همیشه لغت بدی نیست، اما در اصطلاح قرآنی اکثر اوقات به معنای تنبیه ذکر شده، به معنای منفی ذکر شده. کافر عبارت است از کس یا کسانی که دارای علم به یک موضوع خاص هستند، چه موضوع مذهبی باشد چه موضوع غیر مذهبی، و علم خودشون رو کتمان میکنن. مثالی که هزاران بار زده شده، وقتی یک پزشکی که پزشک قدرت ترشحی انسانه و میداند که الکل باعث ایجاد نقص در کارکرد بدن انسان میشود، و بعد نگاه میکنید میبینید که این شخص در دانشگاه تدریس میکند این موضوع رو، اما خودش همیشه در حالت تخلف از این قانون است، همیشه دائم الخمر است و الکل مصرف میکند، قرآن میگوید به این فرد نباید تدریس کرد، نباید تعلیم داد در رشته ای که کفر میورزد. ممکن است شما شنا یاد بدهید به یک کافر، کافر پزشک، اما به یک کافر پزشک شما درس پزشکی نباید بدهید. چرا؟ چون قرآن میگوید برای این بی تفاوت است، ایمان نمی آورد، یعنی به باور خودش تکیه نمی کند. میگوید کسانی که در آیه سوره بقره میگوید که
ان الذين كفروا سواء عليهم، برای کسانی که کفر می‌ورزند بی‌تفاوت است، مساوی است برای اونها، یعنی بی‌تفاوت است برای اونها که اونها رو تنذیر کنی، اخطار کنی به اونها یا اخطار نکنی. ایمان نمی‌آورند. چرا ایمان نمی‌آورند؟ به خاطر اینکه گوش‌های اونها و قلب‌های اونها و چشم‌های اونها از کار افتاده. چه کسی این کارو کرده؟ خدا در قرآن میگوید. اون وقت این سوال میکنند که خب خدا که چشم اینو کور کرده، حالا افتاده تو چاه، تنبیه هم میشه، این چه خدای عادلی است؟ به علت ترجمه هایی که بالاخره در زمان خودش شاید همینقدر متوجه میشدند، اما امروز که ما بیشتر قرآن رو میخوانیم و فرصت بیشتری برای تجدید و تحلیل داریم، متوجه میشیم که مشیع در زبان عربی ریشه خواستن نیست، بلکه ریشه مشرب و رفتار و معرفی روش و فرمت و در واقع نوع هنجار و نوع رفتار و پدیده و رابطه مکانیکی است که بین اجزاء متحول و متعامل عالم ممکنات وجود داره. بنابراین کارهایی که ما میکنیم در بعد اختیار، همه اونها بایستی که مورد قضاوت قرار بگیره و طبعا قرار هم میگیره. و اگر کاری از جبر باشه، به عنوان مثال ما اگر روی پشتبانی بامی ایستادیم و به میل خودمون خودمون رو ساقط میکنیم، میپریم به پایین، قانون جاذبه آفریده خدا، قانون جاذبه رو خدا آفریده، اون چیزی که بر ما حاکم می شود خدا نیست مستقیما، قانون جاذبه خداست. وقتی ما خودمون رو در معرض جاذبه قرار می دهیم، از روی پشت بام سقوط می کنیم، به زمین می افتیم. اما اگر روی پشت بام یک هلیکوپتری باشه و ما خودمون رو در معرض قانون هلیکوپتر قرار بدهیم، به جای اینکه پایین بپریم داخل هلیکوپتر بپریم، صعود میکنیم، بالا میریم، از یک قانون دیگری استفاده میکنیم. هم قانون صعود قانون خداست، هم قانون سقوط قانون خداست. اما ما دارای یک اختیار محدودی هستیم که به کدام سو برویم. به هر سو که برویم، جبر خلقت و جبر خدا بر ما شامل و عامل خواهد بود و حاکم خواهد بود. حالا وقتی به زمین میفتیم، پای ما میشکند، در اصطلاح میگویند که پای این شخص رو خدا شکست. اگر بخواهیم درست بگوییم، باید بگوییم پای این شخص رو خدا به واسطه و مع الواسطه قانونی که وضع کرده شکست. خداوند پای این شخص رو با قانون جبری که ناشی از اختیار این شخص بود شکست. تا وقتی که ما خودمون رو در معرض جاذبه زمین قرار ندادیم، وارد جبر نشدیم، اختیار داریم. ولی وقتی که خودمون رو تسلیم جبر میکنیم، جبر بر ما حاکمه و اختیار ما در تغییر جبر دخالتی نخواهد داشت. ما وقتی که به میل خودمون کفر رو میپذیریم، خاصیت کفر این است که بصیرت انسان، استماع انسان و به کار بردن عواطف و احساسات و اندیشه و تعقل از انسان سلب میشه. مثالی که صدها بار زده شده این است که کسانی که علم دندان پزشکی میدانند و اینها، من البته پزشک نیستم، یه وقتی سوءتفاهم به وجود نیاد، میگویند که وقتی که دندانی از جای خودش حرکت میکنه یا دندانی رو میکشند، اگر دندانی جای نگذارند، به علت اینکه فشار روی استخوانهای فک وارد نمیشه، بعد از یک مدتی استخوان‌های فک از بین میره. حالا باید بگوییم چه کسی استخوان فک رو از بین میبرد؟ خدا. به چه ترتیب از بین میبرد؟ به ترتیبی که قانون خدا بر استخوان حاکم است، که اگر فشار به استخوان فک وارد نشود، استخوان فک از بین میرود. حال باید بگوییم که آیا خدا هم استخوان فک را از بین میبرد و هم انسان دچار چرک و عفونت می شود به علت اینکه استخوان به عصب می رسد؟ پس این چه خدای عادلی است
که هم استخوان را پوچ می کند و هم پوچی استخوان رو باعث چرک و چرک رو هم باعث مرگ انسان می کند. چه خدایی است که چشم آدم رو کور می کند و به مناسبت کوری انسان در چاه سقوط می کند و به مناسبت سقوط در چاه تنبیه می شود. انسان کور نمی شود مگر اینکه چشم خود رو ببندد و به حقایق نگاه نکند. عقل انسان برای کاربرد است، گوش انسان برای شنیدن است، چشم انسان برای بصیرت است. اگر انسان از این عوامل و از این حواس و از این اینسترومنت ها استفاده نکند، قطعیت دارد که قانون خلقت خدا، نه خدا، اینها را از او باز می ستاند. اما مجموعه قوانین نظام هستی تابع کیست؟ به عقیده کسانی که دین توحیدی دارند تابع خداست. یکی دیگر از بینندگان محترم که با اسم جناب اعتصام از ایشون یاد میکنم و قلمی بسیار شیوا دارند، در متنی نوشتند که بحث‌های پرسود و گزاز جناب‌عالی را در مورد اعلامیه حقوق بشر شنیدم و باعث حیرت این بنده شد. و بعد چند بیت از مولوی فرستادن، مطالبی از صادق هدایت نوشتن و در واقع به من این ایراد رو گرفتن که شما چرا از این افراد ایراد میگیرید؟ شما کار صحیح خودتون رو انجام بدید. و در واقع به نوعی گفتن که شما چرا در واقع از مطالبی که مورد احترام و مورد پذیرش دیگران است به این ترتیب ایراد میگیرید یا مخالفت میکنید. و با توجه به ابیات مولوی از من این ایراد گرفتن که چرا شما از آواز خوش و آوای خوش انتقاد میکنید. و پاسخ من این است که من هرگز به آواز خوش ایراد نگرفتم، اما کلاغ‌هایی که را ملامت میکنم که نعره زاغانه خودشون رو در الحان خوش بلبل پنهان میکنند، کلاغ‌هایی که به زبان بلبل سخن میگویند، من با اون کلاغی که در بلبل نهفته میشه مخالفت میکنم. و بعد اشاره فرمودن که گرگ اگرچه کارش ستمگری است، اما مکر و حیله از آن انسان هاست، چون انسان است که گرگ رو میکشه. البته من در نوع معنی کردن مطالبی که از مولوی نقل کرده اند یک کمی با ایشون تفاوت نظر دارم، ولی بسیار سپاسگزارم از اینکه بینندگان دانشمندی مثل همین سرور گرامی داریم و این مطالب رو با این دقت بیان میکنن. فقط من از این بیننده محترم تقاضا دارم که توجه کنند که من با اصل حقوق بشر مخالف نیستم، که من در واقع پیرو و حامی حقوق بشر هستم. من فکر میکنم که حقوق بشر مقدماتی ترین و کمترین حقی است که یک انسان میتواند داشته باشد. من به هیچ عنوان مخالفتی با نشر و اجرای حقوق بشر ندارم، اما در این حال ما باید متوجه باشیم که بین ناشران خائن و مباشران خادم در ارتباط با حقوق بشر تفاوت قائل بشویم. این دوست محترم که از مطالب ایشان اینطور برمی آید که خود ایشان دلی سوخته و قلمی برافروخته دارند، از برخورد من با مسئله حقوق بشر متحیر شدند. تصور من این است که هم ایشان و هم دیگر سرورانی که مانند ایشان عقیده‌مند هستند
اشتباه در این است که تصور میکنند که این حقیر، همونطور که عرض کردم، با مفاد و مواد حقوق بشر مخالف هستم، حالانکه حقوق بشر به نحوی که در اعلامیه جهانی آن منعکس شده است، باز هم عرض میکنم که حداقل حقوقی است که یک انسان میتواند داشته باشد. گرفتاری ما در انشا و جمع‌آوری حقوق بشر نیست، بلکه در مورد کاربرد روش فریب و انحرافی است که خاصیت طبیعی و کارنامه عملی آثار اعمال و انجام حقوق بشر توسط دشمنان بشر، توسط استعمارگران و توسط آدمخواران است. چون کشورهای سوم و چهارم و پنجم، حالا یک وقتی کشورهای جهان سوم داشتیم، الان کشورهای جهان سوم و چهارم و پنجم داریم و انشاءالله با کمک کشورهای راقیه تعداد درجات سقوط کشورها به استیصال از این هم بیشتر خواهد شد. در مورد نظر من نسبت به اعلامیه حقوق بشر، من در واقع این اعلامیه رو به صورت یک کلیدی میبینم که به خلوتگاه ذهنیات و باورهای مردم و سازمانهای سیاسی وارد میشوند و وجود اعلامیه حقوق بشر به این لحاظ مضر است برای جامعه بشر که در واقع جای فعالیت‌های مفید و مؤثر حقوق بشر رو توسط حمایت کنندگان حقوق بشر اشغال می‌کند. اعلامیه حقوق بشر به شکلی که وجود دارد و در سامان و تشکیلاتی که تشکل پیدا کرده، هویت پیدا کرده و بازوی اجرایی و شناسایی پیدا کرده، هم موجب انسداد و هم موجب انحراف حقوق بشر است. اعلامیه حقوق بشر کلیدی است طلایی که به خلوتگاه باور همه مردم با آسانی نفوذ می‌کند و پس از ورود به ایجاد انحراف و مبارزه با حقوق بشر برمی‌خیزد. در بادیه عام چنین تصور می‌شود که کلید، به خصوص کلید طلا، اشاره به راهگشایی و اشاره به ارزش است که این اعلامیه کلید طلایی در دست دارد، حالان که کلید دست شما نیست و مالکیت کلید نیز مربوط به شما نیست. سوال من از همه بینندگانی که مثل آقای اعتصام فکر می‌کنند این است که آیا تردید می‌کنید که کلیدداران حقوق بشر بزرگترین جنایتکاران استعمار تاریخ بشر هستند؟ آیا مدعیان حقوق بشر پامال کنندگان حقوق بشر نیستند؟ و آیا کلید طلایی وسیله تجاوز به حقوق بشر نیست؟ داعیان حقوق بشر در خارج از خانه دارنده دانه های کلید هستند و چون به درون می آیند کلید را در جیبشون می گذارند و خنجر طلایی رو برمی دارند و بیرون می آورند. میلیون ها سر بریده و صدها چند اموال سرقت رفته مردم جهان کارنامه کسانی است که تدوین کنندگان و سینه زنان و حمایت کنندگان اعلامیه حقوق بشر هستند. حقوق بشر محترم است، اما کسانی که زیر پوشش حقوق بشر دنیا را به قحطی و خاک و خون کشیدند نمی توانند مدافع و شارع و امین حقوق بشر باشند. در مورد حقوق بشر و جنایاتی که زیر عنوان اعلامیه حقوق بشر به عالم و به بشریت و به موجودات و به محیط زیست تحمیل می شود و اجحاف می شود، شاید در برنامه دیگر با اتکا به آیات قرآن در حفظ محیط زیست و در ایجاد قسط و عدالت نسبت به همه اجزا، چه جماد باشد، چه نبات باشد، چه حیوان، چه انسان، اگر عمری باشد با شما بیشتر سخن خواهم گفت. اما نگاهی به اطراف خودتون بکنید و دنیای ما رو ببینید که آیا این همه ظلم،
این همه جور، این همه فساد، این همه درندگی، این همه آدم کشی، این همه تکاثر، این همه تعددخواهی، این همه احتکار ملک مردم، مال مردم، جان مردم، قدرت مردم، هستی مردم و این اقتصاد فاسدی که بر مبنای فساد و ظلم در جهان حاکمیت می کند، آیا همه اینها، این مفاسد جهانی، حاصل دست و کارنامه و عملکرد کسانی نیست که پرچمدار حقوق بشر در جهان هستند؟ شما به سازمان ملل امروز نگاه کنید. چرا دو کشور یا سه کشور با حق فئودالیته، حق فئودالیته رو به زبان مدرن ویتو میگویند یا وتو میگویند؟ یعنی اینها حاکم و مالک بشریت هستند. اگر فئودال‌های گذشته تنها فئودالیته رو در زمین‌های کشاورزی و تجاوز به نوع عروسان می‌دیدند، امروز فئودالیته صنعتی جهانی بر کره زمین و بر کرات دیگر هم حاکمیت می‌کند. سوال من این است که 4 میلیارد گرسنه در مقابل جمعیت 7 میلیاردی دنیا و اینکه 6% از جمعیت دنیا تقریبا مالک 99% منابع زیرزمینی و روی زمینی دنیا هستند، اینکه مسلمانان جهان مالک بیش از 75% یعنی 3/4 ثروت‌های جهان هستند و خود اینها تقریبا 20% از جمعیت دنیا هستند، یعنی 3.5 برابر هر انسان دیگر یا مسلمان دارای منابع طبیعی در کشورهای خود می باشد. این همه فقری که عالم اسلام دارد، این جنگی که بین فرقه های اسلامی می شود، این کشتاری که هر روز در دنیا می شود، آیا درست است که نماینده چین یا نماینده روسیه اجازه داده باشد و اجازه داشته باشد که حرف یک انسان باعث بشود که روزی صدها نفر در سوریه کشته بشوند یا نشوند؟ و اینها همه عضو سازمانی هستند که پرچمدار اعلامیه حقوق بشر است. من در این برنامه قصدی این رو ندارم، واقعا هیچ وقت هم این کار رو نکردم که به مباحث سیاسی وارد بشوم، اما از مباحث سیاسی بی اطلاع هم نیستم. بالاخره من هم در همین دنیا زندگی می کنم و با کور سواد و تجربیاتی که داریم و بالاتر از همه با ظلم و جوری که بر من و امثال من رفته است، بالاخره اینقدر شعور داریم که قاتل خودمون رو بشناسیم. بالاخره من زندانی اینقدر شعور و معرفت دارم که زندانبان خودم رو بشناسم. این خیلی احتیاج به شعور نداره. اموال من رو به سرقت بردند، انقدر شعور دارم که ببینم چه کسی اموال منو به سرقت برده، چه کسی به نوامیس من خیانت کرده، چه کسی مملکت من رو گرفته، چه کسی دنیا رو به خاک و خون کشیده. اینها رو دنبال میکنم و همه اینها رو میبینم که طلایه‌دار و پرچمدار اعلامیه حقوق بشر هستند. به مفاد حقوق بشر کاری نداریم، به کارنامه حقوق بشر توسط کسانی که نام برده شدن کار داریم. این که میگویم به قدر فهم توست، مردمان در حسرت فهم درست. اتاق فرمان اگر آماده هستند که پیام های بازرگانی رو پخش بکنن، چند دقیقه کوتاه تنفس میکنیم، باز میگردیم و با شما خواهیم بود. یک بار دیگر از توجه شما و از حمایت‌های شما سپاسگزاری می‌کنم. اسد باور، یک نام گز
نظری بر تاریخ و تمدن ایران باستان، دوره‌های تدریس از دکتر تورج دریایی، هر جمعه از مردم tv.com. از یک طرف این مطالعات به پیش رفت و از طرف دیگر گروهی سعی در سوء استفاده از این مطالعات کردند که منجر به عواقب ناگوار اوایل قرن بیستم شد. با دکتر تورج دریایی، گذری بر تاریخ و تمدن ایران باستان، آغاز جمعه 9 مارچ 5 بعد از ظهر به زمان شرق آمریکا. تخم مرغ‌های جادویی نوروز، بدون نیاز به رنگ و نقاشی، زیبا و آسان. فقط کافی است که روکش‌های جادویی را روی تخم مرغ‌ها بکشید و با آرامی آب جوش روی آنها بریزید. تبدیل ای، تنگ ماهی، لاله‌زار، مینیاتور و اشعار حافظ، همه و همه با 12 طرح مختلف در یک بسته. تخم مرغ‌های جادویی نوروز را از کلیه سوپرمارکت‌های معتبر تهیه نمایید. برای سفارش و اطلاعات بیشتر به سایت nowruzegg.com مراجعه و یا با تلفن 818-660-2201 تماس بگیرید. تخم مرغ‌های جادویی نوروز. فرزاد شبستری، 202-437-2600، مسئول فروش و خرید املاک مسکونی و تجاری در امریکا، بلخص ایالات ویرجینیا، مریلند و واشنگتن دی سی. فرزاد شبستری، 202-437-2600، مطلع، مطمئن و مسلط، نامی که میشناسید و به آن اعتماد و اطمینان دارید. فرزاد شبستری. در زمان فروش منزلتان در اسرع وقت و با بالاترین قیمت فروش، حتما همین امروز با فرزاد شبستری 202-437-2600، مسئول فروش و خرید املاک مسکونی و تجاری تماس بگیرید. کتاب داون کندل یا شمع یگانه، نگارش هموطن ما سید اسحاق رها می باشد که با زبان انگلیسی ترجمه و شامل داستان واقعی که از آلام و بدبختی های میهن بی امان ما حکایت می کند، حالا در شرکت چاپ کتاب xlibris.com و شبکه های اینترنت آمازون و barnesandnoble.com موجود است. از تمام افغانان محترم به خصوص نسل جوان توقع می رود این کتاب را که بیانگر حالات ناگوار در افغانستان و ایران ماست مطالعه نمایند، تا بتوانیم با اتحاد راسخ کشتی شکسته ملت عذاب کشیده ما را از خشم این طوفان کشنده به ساحل نجات متواصل سازیم. برای اطلاعات مزید و سفارش کتاب لطفاً با تلفن های زل تماس حاصل فرمایید. کتاب دبیرستان البرز و شبان روزی آن به کوشش میر اسدالله موسوی ماکویی در 880 صفحه. هدیه جاودانه تقدیم به شما، اقوام و دوستان شما که در این مجموعه تحصیل کردند. تاریخ به وجود آمدن دبیرستان البرز با عکس‌های منحصر به فرد از بنیانگذاران، دبیران، کادر آموزشی و عکس‌های دست جمعی از فارغ التحصیلان دبیرستان البرز. اسامی کامل فارغ التحصیلان دبیرستان البرز و شبانه روزی آن از تأسیس سال 1324 تا 1376 هجری شمسی برابر با 1945 تا 1997 میلادی. بهترین هدیه برای شما و دوستان البرزی. جهت سفارش و دریافت کتاب دبیرستان البرز لطفاً با شماره تلفن 240
274-09-16 و یا با ایمیل albors.kitab@yahoo.com تماس حاصل نمایید. پیش به سوی آزادی. پس از ایجاد جبهه آزادی خواهان ایران، شماری از هممیهنان در کشورهای اروپایی، امریکا و کانادا به ما پیوستند. بدین جهت از شما دعوت می‌کنیم تا شما هم به مانند دیگر آزاداندیشان به جبهه آزادی خواهان پیوسته که بتوانیم جنبش آزادی خواهان را سازماندهی کرده تا تمام ایرانیان به حق مسلم خود، یعنی نان، مسکن، تحصیلات، آزادی. سلام مجدد حضور شما، باز می‌گردیم. در آغاز کلام مژده خوبی برای همه شما بینندگان عزیز دارم. از امروز شبکه جهانی مردم تیوی که یک تلویزیون اینترنتی هست، همزمان برنامه سروش اسلام رو در سراسر جهان پخش میکنه و ما ضمن اینکه تشکر میکنیم از آقای پارسا سوربی، مدیریت محترم تلویزیون مردم تیوی، و همینطور با سپاس مخصوص از مدیریت شبکه محترم جهانی آریانا افغان جناب مسکینیار که همیشه در کارهای فرهنگی و کارهای آموزشی یار و یاور ما بودند، به همه بینندگان مژده میدم که اون چند میلیونی که بینندگان جدیدی هستند که به بینندگان قبلی این برنامه اضافه میشوند، به اونها همه خوش آمد میگویم و همینطور به صاحبان آگهی ها عرض میکنم که بینندگان بیشتری در سطح چندین میلیون برنامه های خدمات اونها رو ناظر و شاهد خواهند بود. یک بار دیگر از هر دو مدیر محترم آقای سوربی و آقای مسکینیار برای اینکه جواز این کار رو صادر فرمودن و شرایط این کار رو فراهم کردن صمیمانه سپاسگزاری میکنم. و اما آخرین سوال رو پاسخ میدهیم و بعد میرویم به سراغ حضرت یوسف و ببینیم که بر او چه گذشت و داستان زندگی او چه درس هایی به ما میدهد و از نقطه نظر جامعه شناسی، روان شناسی، شناخت اخلاق، شناخت عدالت، شناخت حاکمیت و بسیاری مطالب دیگر که به صورت حیرت آوری در بند بند و جز جز این سوره نهفته است، یک یک باز میکنیم و از علم به اونها و فهم به اونها دلشاد و سرخوش خواهیم شد. قبل از آن به آخرین سوال اشاره میکنم که تعداد کثیری از بینندگان در مورد مطالبی که آقای پرویز ثابتی با صدای آمریکا مطرح کرده بودند و سوال کرده بودند که انگیزه این سوال و جواب و طرح آن مطالب و بعد سر و صدایی که در اعتراض با آن برخواسته بود چیست. آقای پرویز ثابتی شکنجهگر محترمی هستند که در زمان حکومت قبل از انقلاب ایران در سازمان امنیت ایران انجام وظیفه می کردند و در واقع شخص دوم و یا از نظر اجرایی شخص اول سیستم امنیتی ایران قبل از انقلاب بودند و متهم به انجام جنایات بسیاری هستند که هم باعثش بودند، هم مدیریت کردند و هم در اون دخالت داشتند. بعد از مطالعه این، از نقطه نظر تعریف کوتاهی بود برای معرفی آقای پرویز ثابتی، اما بعد از این سوالات من چون ندیده بودم اصل برنامه رو، به اصل برنامه مراجعه کردم. به نظرم رسید که به دلایلی که بعداً روشن خواهد شد آقای ثابتی ظاهراً مقامات آمریکایی تصمیم گرفتن که ایشون را از بایگانی راکت خارج بکنن و در بایگانی فعال
ایشون رو جای بدند. آنچه موضوع رو بیشتر مورد توجه قرار میدهد نظریات ضد و نقیزی است که یک فردی به نام آقای عرسی که یک عنصر دموکرات ملی هستند و همینطور شخص دیگری به نام آقای مهندس حسن فیروزی که یک ایرانی و یک بهایی و یک لیبرال در مورد موضوعات مربوط به آقای ثابتی اظهار نظر کردند. آقای مهندس فیروزی یک شخصیت فرهنگی، یک محقق و یک فردی است که بسیار به مملکتش عشق می‌ورزه و بارها در سخنان خودش گفته که من اول یک ایرانی هستم و بعد یک بهایی هستم. علت این که پای آقای مهندس فیروزی به این داستان کشیده می‌شود این است که آقای پرویز ثابتی، شکنجهگر محترم، مقام امنیتی محترم، ایشان هم شایعاتی هست در موردشون که بهایی هستند و چون در آیین بهایی ورود به سیاست و انجام کارهای دولتی ممنوع است، سکوت تشکیلات بهایی در قبول یا رد این موضوع مسئله است که هر روز وسعت بیشتری پیدا میکنه و سر صدای بیشتری راه میاندازه. و چون آقای مهندس فیروزی هم یک ایرانی بهایی هستند و مورخ هم هستند و سابقه طولانی در شناسایی افراد دارند، در این مورد اظهار نظر کردند، خلاف اونچه که آقای عرسی اظهار نظر کردند. آقای عرسی گفتند که آقای ثابتی بهایی هستند و بهایی بودند و تشکیلات بهایی در مورد جنایات ایشان ساکت است و عضویت یا عدم عضویت ایشان را اعلام نمی کنند. آقای مهندس فیروزی معتقد هستند که احتمالاً ایشان بهایی نیستند یا نبودند و توضیحات دیگری که فکر می کنم بسیار جالب توجه است. آقای عرسی یکی از زندانیان نزدیک به اعدام حکومت قبل از انقلاب بودند که شاهد عینی هستند ایشان بر جنایاتی که مقام امنیتی انجام دادند. آقای عرسی در بخشی از بیانات خود گفتند که آقای پرویز ثابتی بهایی هستند و در تمام مدتی که مردم را شکنجه می دادند بهایی بودند. آقای عرسی علاوه بر شهود عینی یک محقق و یک مورخ هستند و اینکه آیا آقای ثابتی بهایی بوده است یا نه مطلبی است که ایشان معتقد به این هستند که ایشان بودند و فراتر از اون ایشان معتقدند که تشکیلات بهایی این امر را در کمال توطئه‌گری پنهان کرده است. نقش جنجالی تشکیلات بهایی رو به این وسیله ایشان در کشتاری که از ایرانیان شده نشان میدهند یا ثابت میخواهند بکنند که این موضوع مطلع بسیاری از مطالب دیگر خواهد بود که اساس طبیعت و مأموریت تشکیلات بهایی رو به شدت زیر سوال میبره. از سوی دیگر آقای مهندس حسن فیروزی نیز به نوبه خود یک محقق و یک مورخ هستند با اعتقادات بهایی و ایشان بر این ادعا هستند که تنها پدر جناب ثابتی، شکنجهگر محترم ساواک، با آن که نخست بهایی بودند ولیکن بعدها به علت اعمالی که مغایر با آیین بهاییت بوده انجام دادند، یا خودشون از دین اخراج شدند یا پدرشون اخراج شده است، به هر حال فرزندان ایشان هم به همین مناسبت به بهاییت گرایش نکردند و بنابراین نظریات آقای عرسی رو نسبت به بهایی بودن مقام محترم امنیتی رد می کنند. نکته بسیار عجیبی که در اینجا به چشم می خورد این است که آقای مهندس حسن فیروزی که خودشون بهایی هستند میگویند که اطلاعاتی دارند دقیق
که آقای پرویز ثابتی با گروه حجتیه که یک گروه ضد بهایی و در واقع پایه و اساس ایجاد جمهوری اسلامی است همکاری می کردند و خود آقای پرویز ثابتی عضوی از اعضای حجتیه بود است. در تعریف مختصری که از این گروه باید کرد این است که با اجازه ای که از آیت الله بروجردی گرفته میشه تعدادی افراد در چند بخش تقسیم میشن به شمایل و اشکال مختلف، تعدادی علنن مخالفت میکردن، تعدادی مخفیانه مخالفت میکردن، تعدادی اصلا بهایی میشن از حجتیه، تعدادی از اونها با بهایی ها ازدواج میکنن و همه اینها در واقع مخالفین و معاندین آیین بهایی بودند و حکومت فعلی ایران پایه های فلسفی و اندیشه های تئوریتیکش بر مبنای تصور و اندیشه هایی است که ائتلافی بین گروه مؤتلفه، چپی‌ها و گروه حجتیه در واقع ساختمان جمهوری اسلامی رو به وجود آورده و اختلافاتی که امروز در بین دول، در بین جمعیت‌های مختلف حاکم بر ایران انجام می‌شود در واقع بازتابی است از خواست‌های افسون گروه‌های مختلف و انشعابات و تفرعاتی که در طول این 30 ساله از این سازمان‌ها به وجود آمده. البته قصد من اصلا ورود به اون مباحث و اینها نیست، چون نه تخصص من است نه مایل هستم که به اون منطقه وارد بشوم، به علت اینکه شامه من نسبت به مسائل متعفن خیلی حساسه و تحملش رو ندارم که مطرح بکنم بدون اینکه ظلمی کرده باشم به کسی. فقط خواستم این رو عرض بکنم که موضوع حجتیه و بهائیه در واقع مثل مار و پونه است که اینها انقدر از هم فراری و متنافر هستند و اینکه آقای پرویز ثابتی در یک بیان بهائی باشد و در بیان دیگری عضو حجتیه باشد و دو نفر که هر دوی اونها محقق و دانشمند هستند و هر دوی اونها این دو نظر مخالف و متنافر رو بیان می کنند بسیار بسیار جای تعجب است و موضوعی است که مصالح ملی ما ایجاب می کند که از واقعیت اون باخبر بشه. از آن جهت که آقای پرویز ثابتی جزء معدود افرادی هستند که بهائی زاده هستند و از ریشه اسلامی هم هستند، می دانیم که بهائی ها معمولا از دو اعقاب و از دو در واقع نیا آمدند، گروهی از اونها یهودیانی هستند که بهائی شدند و گروه دیگر مسلمانانی هستند که بهائی شدند و معمولا حاکمیت در تشکیلات بهائی و در تصمیمات جهانی از بهائی هایی صادر می شود و اختیار دارای دست بهائی هایی هست که ریشه یهودی دارند یا نیاکان اونها یهودی بودند. معمولا بهائی هایی که نیای اسلامی دارند و پدران اونها یا پدر بزرگان اونها مسلمان بودند در تشکیلات و در تصمیمات بهائی خیلی مؤثر نیستند. به همین لحاظ یک فردی که دارای ریشه اسلامی بهائی است، یعنی به فرضم که بهائی باشه، پدر او از اهالی سنگسر، یک قریه در ایران هست در ناحیه سمنان که اکثر افراد اونها مسلمان بهائی هستند، مسلمان هایی هستند که تغییر دین دادند و این ریشه مسلمانی در یک بهائی که محکوم به شدیدترین و شرم‌آورترین جنایات شاید بشود گفت که دو قرن اخیر باشد و اتهام او و انتساب او به بهائیت یک مسئله بسیار جدی است که هرچه هم سعی می‌کنند که ابعاد او رو پنهان کنند پنهان کردنی نیست. و اینکه چرا صدای آمریکا و انقری بی بی سی و بقیه بزرگان رسانه دنیا با کسی که 33 سال در اختفا بوده
به گفتگو برخواستند و سوالات کلیشه‌ای از او کردند که فقط او را از بایگانی خارج بکنند، موضوعی است که بیشتر باید مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد. به همین مناسبت در هفته‌های آینده از هم از آقای مهندس حسن پیروزی و هم از جناب عرسی خواهش خواهیم کرد که در برنامه‌های زنده در استودیوی آریانا افغان حاضر بشوند و به این مطالبی که مربوط به سرنوشت تا حدود زیادی عالم اسلام و اون قسمتی از سیاستی که با دین مربوط میشه میشود، با اینها گفتگو کنیم و برای خود ما محقق بشود که آیا این فرد بهایی بوده، آیا بهایی مستعفی بوده، آیا بهایی مطرود بوده و آیا تشکیلات بهایی از این موضوع اطلاع داشته و آیا این شایعات رو در زمان وقوعش رد کرده و یا در مقابل اینها ساکت نشسته. بنده هم اگر فرصتی باشد در اون نشست ها با این بزرگان در مورد تاریخچه آیین بهایی و بابی و ازلی و نقش تشکیلات بهایی به خصوص محفل ملی بهاییان و مرکز جهانی آن که به نام بیت العدل اعظم شناخته می شود و در اسرائیل قرار دارد و تعارضات اصولی و اعتقادی که بین آیین بهایی و تشکیلات بهایی وجود دارد با شما سخن خواهم گفت و در این موارد نیز از کارشناسان بهایی و کارشناسان اسلامی برای توضیحات بیشتر دعوت خواهیم کرد که در این برنامه مشارکت بکنند و در واقع کاری که من در پیش دارم برای انجام، چون من بسیار آدم شجاع و جسور و صدیقی هستم و هیچ چیز رو از هیچ کس پنهان نمی کنم، قصد من این است که این موضوع رو اثبات بکنم، ضمن اینکه این معضل رو حل بکنیم و بدانیم که آیا این شخص بهایی بوده یا نبوده و نقش محفل ملی جهانی بهاییان و به طور کلی تصمیم و تشکیلات بهایی در مورد این فرد و افراد دیگر چه بوده است، برای روشن کردن اون موضوع و همینطور برای نشان دادن این حقیقتی که این مورد ادعای من است البته که آیین بهایی که البته از دیدگاه قرآن 100% آیین باطلی است و به هیچ عنوان قرآن پذیرای هیچ پیامبر و خبردهنده و مبشری بعد از قرآن نیست، ضمن اقرار به این موضوع باید این موضوع هم ثابت بشود که تشکیلات بهایی همون کاری رو با ایدئولوژی بهاییت انجام میدهند که حدیث و روایت با اسلام انجام میدهد. به عقیده من تشکیلات بهایی و سیاست بهایی و اعمال و رفتاری که امروز در جامعه بهاییت به عنوان دین انجام می شود، صرف نظر از اینکه اصل این آیین از دیدگاه قرآن باطل است، اعمال و رفتاری که تشکیلات بهایی انجام می دهد و سیاست بهایی در دنیای امروز خلاف اصالت بهاییت است و در واقع می شود گفت که بزرگترین دشمن و بزرگترین خلافکار اصالت آیین بهایی تشکیلات بهایی هستند که اعمال و رفتار و تصمیمات اونها به طور کلی جهانی فاصله دارد با اونچه که اصالت اعتقاد بابی، ازلی و بهایی است. به همین دلیل از کارشناسان دو طرف در آینده نزدیک دعوت خواهیم کرد که اولا این معضل مقام امنیتی رو و انتصاب او رو به بهاییت حل کنند. ما بدانیم آقای عرسی درست میگویند یا آقای فیروزی، و بعد هم این ادعای من پاسخ داده بشود که چه تفاوتها و چه تناقضاتی بین سیاستهای اجرایی بهاییت و اصول تئوری تشکیل این آیین وجود دارد. ممکن است که ما بتوانیم در صورت این که شما مساعدت کنید و ما بتوانیم هزینه تأمین لااقل 10 جلسه و
برنامه رو در این تلویزیون داشته باشیم افزون بر اون چی که الان داریم، چون ما 10 جلسه، یعنی ما 20 ساعت زمان میخواهیم که موضوع بهاییت و ارتباطش رو با اسلام و همینطور نقش بهاییت رو در سیاست ایران و بعد نقش خلافهایی که به نام قرآن انجام میشود، جنایاتی که به نام قرآن درباره بهاییان انجام میشود، از هر دو سو به عنوان یک محقق بی‌طرف تاریخ رو بررسی بکنیم، قرآن رو بررسی بکنیم، اولا تشخیص بدهیم که آیا بهاییت دین است یا دین نیست، و هر چه که هست بعد از آن که تشخیص داده شد ببینیم که آیا می توانیم ما در قرآن احزاب، ادیان، گروه ها و سازمان ها و سندیکا رو یک جا محاکمه کنیم، یا ما باید محاکمه افراد رو به صورت فرد در دادگاه های باز و عریان و عیان انجام بدهیم، و آیا ما می توانیم بهائیت رو محکوم بکنیم و هر که وابسته به این آیین بود او رو مجازات بکنیم، یا از حقوق انسان و حقوق بشر او رو محروم بکنیم، یا اینکه افراد بهایی، افراد یهودی، افراد مسلمان، مسیحی، بودایی، هر کدام می توانند که افرادی باشند که خلاف قانون عمل کنند، یا افرادی باشند که با قانون اعمال خودشون رو تطبیق بدن. در هر حال آیا ما می توانیم که گروه ها و سازمان ها رو در دهلیز ها و زیرزمین ها محاکمه کنیم، یا ما باید به حکم قرآن و به حکم خدا همه افراد رو که همه از حقوق بشر و حق حیات و حق بیان و حق سفر و حق مالکیت امانی و حق اشتغال و حق تحصیل برخوردار هستند، این حقوق را تا زمانی که فردن محکوم نشدند از اونها دریغ نکنیم. ما اگر توفیق داشته باشیم که حمایت شما را داشته باشیم، چون نمیخواهم که وقت این برنامه را به اون کارها اختصاص بدهم، ما احتیاج به 20 ساعت وقت داریم، 10 برنامه 2 ساعته که بتوانیم این مسائل رو یک بار برای همیشه حل کنیم، و در این برنامه ها بیشتر از کارشناسی دوستان بهایی استفاده خواهیم کرد که به جای اینکه ما پشت پرده صحبت کنیم، اونها خودشون حاضر باشن، ناظر باشن پشت همین میز در مقابل همین دوربین، به پاسخهایی مشغول بشوند که سوالات بسیاری از مردم است و در طول سالها بدون جواب باقی مانده است. انشاءالله خبر خوب این رو با حمایت هایی که انتظار دارم از شما دریافت می کنیم، بعد از اینکه بودجه این کار فراهم شد با مدیران تلویزیون صحبت خواهیم کرد و انشاءالله ترتیبی می دیم که بتوانیم این مناظرات رو در این تلویزیون برقرار کنیم، لااقل برای 10 جلسه. و اما بازگشت ما به مبحث اصلی، اکثرا ما سعی میکنیم که پاسخهای شما رو یا کوتاه جواب بدیم یا موکوله به بعد بکنیم، به خاطر اینکه حجم مطالب اصلی به قدری زیاده که ملاحظه میکنید که ما چقدر از مطلب فاصله میگیریم و الان چقدر وقت مصروف شد، به خاطر اینکه این موضوعات، البته همه این موضوعات مورد علاقه شماست و ما هم سعی میکنیم که طبق خواست شما عمل بکنیم. باز میگردیم به سوره یوسف، سوره 12 قرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را، تلک الآیات الکتاب المبین. این است آیات و نشانه ها یا معجزات کتاب مبین. همانطور که در جلسه گذشته عرض شد، آیات به معنای نشانه، به معنای علامت، به معنای سمبول، به معنای نمونه، و در واقع هر وقتی که ما کلمه آیت رو در قرآن به کار میبریم، بیننده گفته بودند که مطالب ما بسیار سودمنده، تذکر داده بودند که گاه بسیار طولانی میشود توضیحات ما. ما اگر یک بار آیت رو، لغت آیت رو به خوبی تفهیم بکنیم
و به خوبی یاد آشنا بشیم با مفاهیم اون، یاد بگیریم، لازم نیست که هر جلسه به لغت آیت که برمیخوریم انقدر توضیح بدیم. اما شاید توی این دنیا یک بار توضیح دادن درباره این لغت اگر هم چند دقیقه وقت میگیره اشکالی نداشته باشه، به خاطر اینکه اون وقت اون آیت تبدیل به چیزهای دیگه میشه، آیت الله تبدیل به انسان میشه، تبدیل به شخصیت بشری میشه و اشکالات بسیاری ایجاد میکنه. این است که ضمن اینکه خود من هم خسته میشم از توضیح زیاد و تکرار کردن و دلم میخواد که مطالب سرعت بیشتری پیدا بکنن، ولی در این حال مجبور هستیم که این کار رو انجام بدیم. آیت به معنای نشانه است، به معنای معجزه است، به معنای علامت است، به معنای نمونه است و عبارت است از ابزار و وسائل و روشی که یک مفهوم و یا یک معنی و یا یک دستگاه علی رو در واقع تعریف میکنه، تعیین میکنه و تبیین میکنه. چرا آیت رو در قرآن به کار میبره؟ چرا نشانه رو به کار میبره؟ به خاطر این است که از این لغت و از چیزی که به نام آیه گفته میشه که شامل مطالب خود قرآن هم میشود و در موارد خاص به چیزهای دیگه هم اشاره میکند و منسوب میشود، در واقع یک وسیله است، یک ابزار، یک روشیه که مفهوم و معنای یک دستگاه علی رو تعریف میکنه. وقتی ما به موضوع فرض بفرمایید که باران میخوای نگاه بکنیم که ببینیم باران معلول کدام علته، میبینیم که یکی از علتهای ایجاد باران ابره. پس ابر علت هست، باران معلوله. رابطه‌ای که بین ابر و بین باران وجود داره رابطه علی نام داره، دستگاه علی نام داره. یکی از کارهایی که آیت یا نشانه یا علامت یا سبب انجام میده در واقع کمک میکنه که رابطه علی رو در چیزهای مختلف، در دستگاه‌های مختلف خلقت، رابطه علت و معلول رو انسان تشخیص بده. لغت دیگری که در اینجا به کار رفته لغت مبین هست. مبین هم به معنای بیان کننده است، هم به معنای روشن است. در واقع هر دوی اینها از یک ریشه برخوردار هستند. تفاوتی نمی کند که ما از کدام طرف به اون ریشه برسیم، در واقع مفهوم ریشه هر دو لغت راهگشایی، روشنگری، نورافکنی، تابناک ساختن، تابش بر یک امر پوشیده است که بین دو امر دیگر قرار دارد. یعنی اساس تبیین بر مبنای شناخت سه مرحله و دو نقطه است که وقتی ما با یک موضوعی مواجه میشیم و میخواهیم یک حقیقتی را از بین یک حقیقت بزرگتری درک بکنیم، در واقع با دو پاره، با دو نقطه، با دو برش به حقیقت میانی میرسیم و این حقیقت میانی که برداشتی از حقیقت کلی است در اصطلاح لغت بیان گفته میشود. بیان اشاره به اکتشاف معنا در یک مقطع معین از یک حقیقت جامع و بسیط است. کار آیه در مقابل لغت مبین این است که آیه نشانه و وسیله است که یک موضوعی رو مبین می کند، آشکار می کند و این آشکاری رو بیان می کند و مفهوم می کند که قابل فهم بشود. ما وقتی که از ریشه همین لغت مبین بیانه استخراج می کنیم، بیان استخراج می کنیم، در واقع بیان شامل تعریف یک موضوع می شود. تعریف یعنی که یک موضوعی رو از طریق
عرف به معرفت درآوردن، یعنی یک چیزی که معمول و مشهور است انسان بتواند که او را درک بکند و معرفت به او پیدا بکند. تعریف بخشی از تبیین است و به معنای ایجاد و آموزش و تعلیم، تعلیم عرف، تعلیم روش، تعلیم قانون، تعلیم آداب و رسوم و در واقع تعلیم چگونگی شناخت یک فرهنگ، یک بخشی از تمدن و به طور جامع تعلیم آنچه که میتواند دارای ارزش ضابطه‌ای باشد. عرایض خودم رو اینطور خلاصه میکنم که تعریف عبارت است از برشمردن خواص موضوعی که اون موضوع دارای ارزش انضباطی باشد. هر چیزی رو که بتوان تقنین کرد، هر چیزی رو که بتوان به او انضباط بخشید، دارای انتظام و انضباط کرد اون موضوع رو، تعریف بر او پذیرا می شود. یعنی یک تمدن، یک فرهنگ، یک قانون فیزیک، یک تئوری، یک نظریه علمی، یک نظریه فلسفی، یک موضوعی رو وقتی بازگو می کنند از طریق برخورد تجزیه‌ای و تحلیلی با آشنایی به ضوابط و پایه‌های ایجادی اون موضوع، این برخورد و این شناسایی رو تعریف نام می‌بریم. لغت معروف که اکثرا به گوش همه ما آشناست، بر وزن مفعول، واژه‌ای است که از ریشه عرفه یا شناخت در زبان عربی ناشی می شود. معروف به معنای شناخته شده، مبین به معنای روشن شده و توضیح داده شده است. البته ما واژه دیگری هم در زبان عربی داریم که به نام مشهور است و باید دانست که با وجودی که مشهور به معنای شناسا و شناخته شده و معروف هم به همین معناست، یعنی شناسا و شناخته شده، اما معروف به مشهوری میگویند که مقبول باشد. وقتی ما میگوییم یک موضوعی مشهور است، میگوییم مثلا این فرد شهرت به دروغ دارد پس مشهور است، یا شهرت به فحشا دارد، یا شهرت به سرقت دارد، یا شهرت به طهارت دارد. معمولا شهرت مقید به معروفیت نیست، یعنی دارای نشانه مقبولیت نیست. میتواند مقبول باشد، میتواند نباشد. اما وقتی میگوییم معروف، معروف مشهوری است که مقبول هم هست. اگر بخوایم مثل همیشه اینها رو در یک رابطه معادله جبری قرار بدهیم، مشهور به اضافه مقبول مساوی است با معروف. بنابراین اون چرا که ما میگوییم عمل به معروف یا امر به معروف، هیچ وقتی امر به مشهود نمیگوییم، امر به مشهور هم نمیگوییم، امر به معروف میگوییم، امری که هم مشهود باشد، هم مشهور باشد، هم مقبول باشد، قابل پسند و مورد پذیرش جامعه قرار گرفته باشد. در آیه اول از سوره یوسف به آیات و وسائلی اشاره می کند که معرف و مبین کتاب هستند. معرف به معنای تعریف و تعریف کننده، یعنی شناساندن و پذیرفتن و تأیید کردن. هر مبینی، هر امری که اشاره به تبیین می کند، که تبیین از ابزار کار تعریف است، هر مبینی
در اینجا میگوید تلک آیات الکتاب مبین، مبین و مبین، روشن و روشنگر، آشکار و پدیدار. هر مبینی منطقا باید تعلیم و تفهیم و تشریح یک امر رو کفایتا توان انجام داشته باشد. وقتی میگوییم این یک موضوع مبین این موضوع است، یا این استدلال مبین این موضوع است، مبین یعنی گشاینده، باز کننده، مفتاح، نورافکن، تابش، و هیچ چیزی نیست که بتواند تبیین بشود، بیان بشود، بدون اینکه تعلیم بشود و بدون اینکه تفهیم بشود. ما اگر علم یک چیزی رو یاد نگیریم و فهم اون علم رو یاد نگیریم، چطور میتوانیم که به بیان اون چیز آشنا بشویم؟ چطور یک موضوع برای ما روشن میشود، پدیدار میشود، آشکار میشود؟ جز از طریق این که اون رو بتوانیم تعلم کنیم، آموزش ببینیم و یاد بگیریم. و تعلم با تفهم همراه است. انسان تعلم حاصل نمی کند مگر تفهم حاصل کند. و تعلیم و تفهیم یک امر احتیاج به بیان دارد، احتیاج به آزادی بیان دارد، احتیاج به استدلال و روشنگری دارد. این همه که میگوییم، میخواهیم رابطه بیان و علم و فهم رو که اینها درگیر هستند با هم و لازم و ملزوم یکدیگر هستند، با آزادی بیان که جزء جزء و بند بند قرآن رو تشکیل میدهد. یعنی اگر ما آزادی بیان رو حذف کنیم، آزادی استدلال رو حذف کنیم، جلوی تعلیم و تفهیم و تربیت و انتشار و مطبوعات و رسانه ها و معارفه و مقابله و مواجهه رو بگیریم که همه اینها پایه های آموزش است، اصل تعقل که ساختمان و استوانه متشکل قرآن است واژگون خواهد شد. و قرآن بدون تعقل کاغذی بی‌بها بیش نخواهد بود. باید ما دارای قدرت تعقل باشیم که بتوانیم قرآن رو بپذیریم بر اساس استدلال، و یا رد کنیم قرآن رو بر اساس تعقلی که درباره او میکنیم. و این انجام نمی شود الا به واسطه داشتن بیان، الا به جهت داشتن استدلال. بیان و استدلال از طریق تعلیم و تربیت و تفهیم و تفهم و تشریح و تصویر انجام پذیر است، و همه اینها پایه های تعلیم و تربیت است، و همه اینها بر اساس آزادی مقابله. چطور شما می توانید از کسی چیزی یاد بگیرید وقتی شخصی وجود ندارد، یا اجازه مقابله ندارید، یا کتابی نیست که کتاب رو بخوانید؟ چطور می توانید در نبودن آزادی مطبوعات مطالب رو از کتب یاد بگیرید؟ چطور می شود در نداشتن آزادی در تعلیم و در تعلم چیزی رو یاد بگیرید؟ منظور این که در این مقدمه کوتاه همه این عوامل و همه این پایه‌ها ساختمان تعقل رو در انسان نشان می‌دهد. تعقل بر مبنای مجاز مقصد قرآن نیست. تعقل بر مبنای مجاز جنایات خرافه و خشونتی است که به نام اسلام انجام می‌شود و به نام بقیه ادیان. تعقل عبارت است از مکانیزمی که انسان با کاربرد
تشریح، تصویر، تخیل، تفکر، تفهم، تعلم، بیان، استدلال و روشنگری می تواند که صحت و سقم یک موضوع رو تشخیص بدهد. در سراسر قرآن از آغاز تا پایان یک بار نمی بینید که از کسی سوال کند افلا یتسلون، چرا نماز نمی خوانید؟ یا چرا نماز رو ترک کردید؟ توضیح می دهد در اجبار و در الزام نماز، فراموش نکنید، در لازم بودن نماز، در فواید نماز و در برشمردن ذرات تشکیل دهنده نماز، که البته چون کار پرخرجی است معلمین ما به ما اون درس ها رو نمی دهند. از معلمین خودتون سوال بکنید که نماز غیر از حمد و سوره و غیر از حالاتی که میگیرید و غیر از تسجید و تعظیم چه مواد دیگری باید داشته باشد. هیچ خوراکی که میخواید بپذید یک سری یک اقلامی رو باید با هم مخلوط بکنید، در یک زمانهایی به خصوصی اینها وارد و خارج میشن، میپزن، یک خوراکی به وجود میاد. نماز یک پدیده مرکب است، مجموعه اعمال و باورهاست و تعهدات. چطور ما نماز را انجام می دهیم؟ من نماز برای ما یک سری لغاتی است که اکثرا ما جوان بودم، نوجوان بودم مدرسه که می رفتیم، معلم ما می گفت هر کس معنای نماز رو بفهمد به جهنم می رود و هر کس قرآن رو معنی کند فلان امام از او ناراضی می شود و شب نمیدونم جن به سراغ اومی از چه میشود. این حالا نمیخوام داستان رو پراکنده کنیم به جاهای دیگه. نماز رو ما نمیشناسیم. نماز رو به خواندن حمد و سوره و سجده و رکوع میشناسیم، در حالی که اصل نماز در قرآن همواره به عنوان یک عنصر ترکیبی با عمل صالح آمده است و نماز بدون انجام عمل صالح ذره‌ای و پشیزی ارزش ندارد. در قرآن هرگز نگفته است وای به حال کسانی که نماز نمی‌خوانند. هرگز در قرآن سوال نکرده است که چرا نماز نمی‌خوانید. اما در قرآن گفته است که وای به حال کسانی که نماز می‌خوانند. آیه صریح قرآن. وای به حال کسانی که نماز می‌خوانند. و بعد خاصیت اون نمازی رو که مستوجب تنبیه می شود، تنبیهی که موجب حیرت خداست، انقدر تنبیه شدید است برای نماز خواندن در قرآن، اون وقت معنی می کند که کسانی که نماز می خوانند اما به صغیر، به فقیر، به ابن سبیل، به محتاج، به بیچاره، به مسکین کمک و مساعدت نمی کنند. وای بر حال این افراد با نمازشان. و کسانی که نماز می خوانند که مورد رؤیت دیگران قرار گیرند، که دکانی برقرار کنند و از نماز خود اعتباری بسازند و به کلاهبرداری و جنایت و مدیریت دیگران بپردازند و نماینده خدا روی زمین بشوند. قرآن میگوید چنان تنبیهی منتظر اینهاست که موجب حیرت تنبیه کننده است. وای بهار نمازگزاران. اون وقت بعد تعریف میکند که کدام نماز. اما هرگز در سراسر قرآن نگفته است وای به حال نماز نگزاران. و هرگز در قرآن از شما بازخواست نکرده است که پس چرا نماز نمی خوانید. فردا نگویید فلان کس گفت نماز واجب نیست. همه شما که نماز نمی خوانید یک سر به جهنم می روید. این برای وجوب و الزام نماز. اما اون چیزی که مهمتر از نماز است و تقدم بر نماز دارد، دو عبادت دیگر است
که بدون اون دو عبادت نماز شما و من پشیزی نمی ارزد. اول تعقل. تعقل بزرگترین عبادت در قرآن است و تعقل و بعد تکذیب که بعد از تعقل نکردن می آید بسیار مورد سؤال قرآن است. هرگز در قرآن سؤال نمی کند، برای چندمین بار می گویم که چرا نماز نخواندی. توصیه دارد که کسانی که به مقام کبر می رسند نماز برایشان مشکل می شود، کسانی که به ریا می رسند نماز اونها جنایت است، کسانی که نماز می خوانند اما به یتیم کمک نمی کنند جنایتکارانی هستند که تنبیه اونها مافوق همه تنبیهات و عذابهایی است که در قرآن ذکر شده. کسانی که نماز راعون می خوانند و کسانی که باعث شادی یتیم در حد امکانی که دارند نمی شوند. تا به حال می گفتید قرآن همه جا البته گفته نماز با عمل صالح. همه ما نماز رو می بینیم چون مجانی است، عمل صالح رو نمی بینیم. هم مشکل است، هم احتیاج به تعقل دارد، هم احتیاج به تأمل دارد، هم احتیاج به تحمل دارد. بنابراین اون رو حذف میکنیم. قرآن رو هم نباید معنی کرد، چون اگر این معنی ها رو همه بفهمند اون وقت یک کسی برای نماز مرده نزد کسی نمیرود که من فلان کسم مرده حالا چند رکعت نماز باید بخوانم، که کسی میگفت چند سالش بوده مرده این، پدر شما نمیم مادر شما کی، گفتن 80 سال. قبلا قرار بود 30,000 دلار بگیره یا 30,000 تومان بگیره یا هر چه حالا رقمی، یک پنی هم بدن زیاده. بعد وقتی فهمید 80 سالشه گفت این دو برابر من باید بگیرم، با 60,000 تومان یا 60,000 دلار یا هرچه این کار انجام می شود اینا، من نمیتوانم. پرسیدن چرا، گفت من فکر کردم که نمازهایی که باید بخواند تا 50 سالگی خیلی کمه، ولی 80 سال که عمر کرده خیلی بدهکار، اینها هزینش زیاد میشه. خب ما باید نماز رو نشناسیم، ما باید نماز رو یک مقداری دل راست شدن و کلمات عجیب غریب ادا کردن بدانیم و به قرآن مراجعه نکنیم و ملاهایی که شمشیر به دست پیکر قرآن رو در هر ثانیه و در هر لحظه پاره پاره می کنند سخن می گویند که مثل اسب است که انسان رو در جنگل کلام بر می دارد و از خود دور می کند. اما چه کنم که درد ما انقدر زیاد است که درمان پذیر نیست و به هر گوشه‌ای که مراجعه می کنیم شرکی و کثافتی در مقابل ماست. در قرآن نمی گوید که نماز تو پذیرفته است بدون عمل صالح. بزرگترین مجازات ها رو در قرآن برای ما موضوع کرده، وضع کرده، برای کسانی که نماز می خوانند و شرایط نماز رو که یکی عمل صالح است و توصیف می کند که عمل صالح چیست. عمل صالح این است که راعون نباشی و عمل صالح این است که خودداری نکنی، از کمک و مساعدت در حد امکان به یتیم. در آغاز قرآن در سوره بقره شرط راهنمایی شدن رو تقوا قرار میده و شرط تقوا رو در درجه اول ایمان و باور به غیب و به علت العلل به غیب الغیوب و برقرار کردن صلات و بلا فاصله بعد از صلات انفاق میآید. انفاق یعنی اونقدر بپرداز از توشه دنیا و از اون چه در اختیار توست و مجاز به خرج کردن هستی، اونقدر بپرداز تا در دنیا پارگی و گسستگی و عدم عدالت و عدم قسط و برابری از بین برود و صلح ایجاد بشود. عمل صالح زمانی انجام می شود
که در جامعه صلح به وجود آمده باشد و صلح زمانی به وجود می آید که عدالت در جامعه بوده باشد و عدالت محصول معلول علت انفاق توست و من. همه جا در قرآن نماز و صلات با عمل صالح می آید و در چند مورد عمل صالح رو تفهیم و تشریح به جزئیات کرده است، مثل تعریف عمل صالح، یکیش هم انفاقه، یکیش هم رسیدگی به یتیمه. اون وقت میگوید کسانی که نماز میخوانند و نماز ناقص میخوانند، نماز ناقص به این نیست که رکعت اول و دوم رو اشتباه بکنید، ما تعداد رکعت و متن نماز رو در قرآن نداریم، همون چیزهایی که صدها کتاب در موردش نوشته شده، یک کتاب تا به حال نوشته نشده که ای مسلمانان جهان، کسانی که نماز میخوانید و انفاق نمی کنید، وای بر شما، ویل للمصلین، وای به حال نمازگزاران. حدیث نویسان ما راجع به این مسائل هم حدیث بیاورند در کنار اون چند صد هزار حدیثی که آوردند که نمازگزارانی که عمل صالح انجام نمیدهند و خدا رو به مسخره گرفتند چه میکنند. منظور آزادی بیان، وقتی ما به پایان رسیده، آزادی بیان، آزادی تعلیم، آزادی تعلم و تفهم، اینها پایه و اساس تعقل هستند و تعقل در قرآن اولین عبادته که در مورد اون باز و خواست میشه. در هیچ مورد دیگری در قرآن به شدت و حدت عدم تعقل سوال نمیشه که چرا تعقل نکردی؟ چطور ما میتوانیم تعقل کنیم وقتی جاهل هستیم، وقتی غافل هستیم، وقتی باطل هستیم؟ چون در قرآن میگوید کسانی که غافل هستند مثلا هم که مثلا انعام، مثال اونها مثال چهارپایان است، بل اوزل من هم، حتی از اونها پایین تر، از چهارپایان پایین تره. اینها کسانی هستند که غافل هستند. غافل فعلی است ارادی و معلولی است ارادی و اختیاری که انسان میپذیره که غافل باشه، یعنی از استعداد و توان و امکان خودش استفاده نمیکنه و به درجه غفلت میرسه. در مقابل غفلت تعقل قرار داره که انسان از همه امکانات خودش باید استفاده کنه. جوامعی که جلوی آزادی بیان رو میگیرند، جلوی تعلیم و تعلم رو میگیرند، جلوی برخورد و مقابله افراد رو میگیرند، که بیننده سوال کرده بودند که چرا خدا گفته من افراد رو مختلف آفریدم، که پاسخ دادم ادامه اون آیه و آیات دیگر این است که من افراد بشر رو به صورت مختلف آفریدم، با استنباط‌های مختلف، با برداشت‌های مختلف آفریدم، اما کار به همین جا تمام نمی‌شود. کار تعقل زمانی انجام می‌شود که بند دوم خواست خدا انجام بشود و اون مرابده، معارفه، مقابله، مواجهه افراد است که با هم روبرو بشوند و لتعارفو که حکم قرآن است در مورد اونها شامل بشود و به تعارف یعنی به معرفت متقابل دست یابند و استنباط‌های همدیگر را درک بکنند و شعور و استنباط فردی در اثر تعقل و تفهم و تعلم و تعارف در واقع تبدیل به شعور جامعه بشود و از طریق شورا بر مردم دارای حکم تقنین و حاکمیت بشود. تلک آیات الکتاب المبین. تا حدودی به لغت آیات آشنا شدیم، به مبین آشنا شدیم. فرصتی برای تعریف و تشریح لغت کتاب نیست، به جلسه آینده وامی گذاریم و بعد به ادامه این سوره شریفه ادامه خواهیم داد. از فرد فرد شما عزیزان برای همه مشارکت ها و همه حمایت های شما سپاسگزاری می کنم. موضوع مهمی پیش آمده است که مدد و حمایت شما لازم است که ما بتوانیم لااقل 20 ساعت وقت اضافی از این شبکه خریداری کنیم که موضوعات برخورد ادیان بعد از اسلام و بطلان اونها رو برای شما ثابت کنیم
و این کار رو در حضور متخصصین همون ادیان انجام بدهیم. جز با حمایت شما ما قادر نخواهیم بود این راه خطرناک و مشکل رو طی کنیم. ما در این راه جان خودمون رو گذاشتیم. قبل از اینکه فرصت از دست برود ما رو یاری کنید تا حقایق ناشنیده رو با شما مطرح بکنیم. زیبت که ز درگاهت نومید نگردد باز، زیبت که ز درگاهت نومید نگردد باز، آن کسی که به امیدی بر خاک درد افتد. ایام خوش، خدا یار و نگهدار شما باشد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.